The LG G5 with modular design. The first phone built for fun. توی ویدیوهای قبلی در مورد دو تا تفاوت بین زن و مرد باهاتون صحبت کردیم. اولش تفاوت دیداری بود. بعدی شنیداری بود. امروز میخواییم در مورد سومین تفاوت بین زن و مرد باهاتون صحبت کنیم. با هم به صحبتهای خانم دکتر حاجی حسینی گوش میکنیم. با سلام، این بار راجع به ادراک سه‌بعدی می‌خوایم مواردی رو با دوستان مطرح بکنیم. قبل از اون ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسه. یکی این که همه مواردی رو که تا الان گفتیم و از این به بعد با دوستان در میون می‌گذاریم، نتایج تحقیقات دانشمندان به نام دنیاست، در دانشگاه‌های معتبر، در شرایط علمی کاملاً بررسی شده، روی هزاران در مواردی میلیون‌ها دختر و پسر، زن و مرد انجام شده که مستندات موجوده، رفرنس‌ها هم موجوده. اگر کسی مایل بود که اطلاعات بیشتری رو به دست بیاره، میتونیم اونها معرفی بکنیم، به دوستان معرفی بکنیم و بیشتر مطالعه بکنن. و مورد دوم اینه که در همه موارد ما داریم راجع به اکثر انسان‌ها صحبت می‌کنیم و نه همه اونها. در نتیجه استثناء یک امر بدیهیه. همه مواردی رو که مطرح می‌کنیم راجع به 85 تا 95 درصد زنان و مردان صدق می‌کنه. ادراک سه‌بعدی در واقع یعنی چی؟ ادراک سه‌بعدی یعنی توانایی تصور اشکال و زوایا در ذهن، یعنی توانایی چرخش شی در ذهن. شاید در مورد نابینایان بشه قضیه رو بهتر توضیح داد. اگر شما یک دوست نابینا داشته باشید، بهش بگید یه گوشی جدید خریدم، بهتون میگه چه خوب، بده ببینم، و گوشی رو بهش میدید، گوشی رو اینطور میبینه. به این میگن ادراک سه‌بعدی، یعنی توانایی تصور عمق شی و ابعاد شی در ذهن. در مورد ادراک سه‌بعدی ما دو موضوع رو بررسی میکنیم، یکی تفریحات و ورزش‌های زنانه و مردانه و دوم مشاغل زنانه و مردانه. ببینید، زنها و مردها از لحاظ لذت بردن از برخی تفریحات و ورزش‌ها با هم متفاوت هستند. به این مکالمه دقت بکنید. یه خانم به یه خانم دیگه تلفن میزنه و بهش میگه که ما با خانمای محل میخوایم بریم شکار، و خانم پشت تلفن با هیجان میگه شکار خوش به حالتون، چقدر به شما خوش میگذره. به نظر شما این مکالمه خیلی غریبه، خیلی بعیده نه؟ شاید فکر کنید در ایران در شرایط یک جامعه سنتی این مکالمه بعید و غریبه، در حالی که اینطور نیست. در همه جای دنیا این مکالمه عجیبه. در همه جای دنیا مردهایی که عاشق شکارن تعدادشون فراوونه و زنهایی که عاشق شکار باشن نمیدونم، تا حالا نشنیدم خانمی باشه که عاشق شکار باشه. علت قضیه چی هست؟ دانشمندا در اسکن مغزی زنها و مردها به اینجا رسیدن که وقتی مردها یه فعالیتی رو مرتبط با ادراک سه‌بعدی انجام میدن، حداقل 4 نقطه در نیمکره راست و چند نقطه کوچیک‌تر در نیمکره چپ فعال میشه، یعنی قسمت‌هایی که مرتبط با ادراک سه‌بعدی هستن. همین دانشمندا اومدن رو تعداد زیادی خانوم اسکن مغزی انجام دادن موقعی که دارن فعالیت‌های مرتبط با ادراک سه‌بعدی رو انجام میدن. هیچ منطقه قابل نشون دادنی، هیچ منطقه قابل شناسایی روشن نشده، یعنی چند تا نقطه خیلی کوچولو در هر دو نیمکره فعال شدند. علت چیه؟ علت این که ادراک سه‌بعدی یکی از برتری‌ها و توانایی‌های مردان هست. تنها 10% زنها ادراک سه‌بعدی قابل مقایسه با مردها دارند. ادراک سه‌بعدی به مردها این امکان رو میده که جهت‌های جغرافیایی رو پیدا بکنند. جالب بدونیم اگه یه آقایی رو چشمشو ببندیم در یه اتاق ناآشنای بدون پنجره اون رو قرار بدیم که اون اتاقم تاریک باشه، به احتمال زیاد اون آقا میتونه شمال رو پیدا بکنه. خانم‌ها و آقایون هنگام رانندگی خیلی با هم مشاجره دارن. این دلیل این دعوای همون برمیگرده به ادراک سه‌بعدی؟ بله. ببینید،
معمولا وقتی یه خانمی پشت فرمون بشینه و آقا کنارش باشه دستورات مشترکی میده، مثل اینکه یواشتر برو، حواست باشه، دنده رو عوض کن، آبر پیاده رو دیدی مواظب باش، ماشین رو داغون کردی، دنده رو چرا عوض نمی‌کنی. و اگه آقا پشت فرمون باشه خانم‌ها ممکنه بترسن از اینکه تون میره، از اینکه ویراژ میده، از اینکه لایی میکشه به اصطلاح، یا چرخش‌های سریع داره. این قضیه هم به ادراک سه‌بعدی برمیگرده. ببینید تعریف زن‌ها و مردها از رانندگی با هم متفاوته. مردها به رانندگی به نوعی به عنوان آزمون ادراک سه‌بعدیشون نگاه می‌کنن، چون ادراک سه‌بعدیشون بهشون این اجازه رو میده که سریع برن، سریع بپیچند، تا آخرین لحظه ترمز نکنن. اما تعریف زنها از رانندگی رسیدن از نقطه آ به نقطه ب، یعنی یک خانم با رانندگی میخواد از منزل به محل کار برسه، از محل کار به خونه دوستش برسه، به هم جهتی که مدام خانم ها و آقایون با هم مشاجره میکنن چون تعریفشون با هم متفاوته. توصیه‌ام این هستش که اگر یه خانمی داره رانندگی میکنه، از اونجایی که اصولاً خانم ها رانندگان امتری هستند، به آقایون توصیه میکنم که اطمینان بکنن، چشمشون رو ببندن، ضبط یا رادیو رو روشن بکنن، به اخبار گوش کنن یا موسیقی مورد علاقهشون رو بهش توجه بکنن و مطمئن باشن که به احتمال زیاد به مقصد میرسن. فقط ممکنه که طول بکشه، این رسیدن به مقصد طولانی تر باشه. از اون ور اگه آقای پشت فرمونه خانم نگرانه یا ناراحته، به اون خانم هم توصیه میکنم که بدونید که ادراک سه‌بعدی مردها بهشون اجازه این نحو رانندگی رو میده. پس به آقای راننده اعتماد بکنید و از مناظر اطراف لذت ببرید. جالبه که این قضیه در مورد جانوران هم صدق میکنه، یعنی جانورشناسا و زیستشناسا به این نتیجه رسیدن که پستانداران نر هم در ادراک سه‌بعدی قوی تر از پستانداران ماده هستند. یعنی توی مسیرهای مارپیچ ماز موشهای نر موفق تر هستند از موشهای ماده و راحت تر میتونن راه خروج رو پیدا بکنند. کرگدن‌های نر به راحتی میتونن برکه‌های آب رو پیدا بکنن، در حالی که کرگدن‌های ماده دنبال اونها راه میرن و نمیتونن مسیر رو پیدا بکنن. شاید همین اطلاعات بتونه به ما کمک بکنه که از خیلی از دلخوری ها و درگیری هامون کاسته بشه. بدونیم که به خاطر طبیعت و تفاوت برنامه ریزی مغزی زنها و مردها هست که به برخی ورزش ها تمایل دارن، به برخی تفریحات تمایل دارن. به همین جهت آقایون بهتره که خانوما رو تحت فشار نذارن که به تفریح مورد علاقه شون روی بیارن و همینطور خانوم ها هم در مورد آقایون قضیه رو رعایت بکنن.